اینجا مدرسه مونتسوری شهر یا به قول محلی ها CMS است. CMS بزرگترین مدرسه از نظر تعداد دانش آموز در دنیا است. ولی ویژگی های CMS به همین ختم نمی شود. شیوه آموزش در این مدرسه که از پیش دبستانی تا پایان دبیرستان را پوشش می دهد، وجه تمایز آن با بسیاری از مدارس موجود در دنیا است. در این مدرسه همگام با آموزش سطح بالای آکادمیک و آموزش ارزش‌های انسانی به دانش آموزان می‌پردازند و مفهوم تعلیم و تربیت را با مسئولیت و خدمت توأم می‌کنند. در اولین گام برای مسئولیت پذیری در ساعت‌هایی از روز تدریس کلاس‌های کودکان به دانش آموزان سال بالایی واگذار می‌شود و معلم‌ها نظاره‌گر این رشد لذت بخش شاگردان خود هستند. امروز چهارشنبه است و این آموزگاران کوچک بعد از کلاس‌هایشان همراه با چند معلم به مدرسه امید که مأمن کودکان کار و بی‌بضاعت شهر است می‌روند تا یک روز هفته را به دانش آموزان این مدرسه خدمت کنند. من سال پنجمی هست که توی این مدرسه خدمت میکنم، تدریس میکنم و مسلما خیلی چیزای زیادی یاد گرفتم. هر روزش یادگیریه، یعنی اصلا شبیه شغل معلمی نیست. برای من کار کردن توی این مدرسه واقعا هر روز باید خودم رو آماده کنم، هر روز باید یه چیز جدیدی سرچ کنم تو گوگل یاد بگیرم و مسلما از بچه ها یاد بگیرم، که خیلی کار زیباییه که با بچه ها کار کنی و خدمت کنی، نه فقط یه چیزی رو بهشون یاد بدی بلکه با اونها یاد بگیری. ما تو گروه های کوچیک میشینیم و با هم مشورت میکنیم. یعنی مدل کلاسمون معلم مداری نیست، یاد میگیریم که همه نظر بدن، همه تو اون بحثا شرکت کنن، برنامه بریزن که چطور میتونن از چیزی که یاد گرفتن استفاده کنن، حالا یا از طریق فعالیت‌های هنری یا از طریق خدمت کردن توی جاهایی که براشون پیش میاد. امروز هم چون روز قبل البته روز بین‌المللی کتاب بوده، قرار هست که بچه‌ها کتابایی رو که جمع کردن رو به این دوستان عزیزمون هدیه بدن و از امروز اولین کتابخونه رو اینجا داشته باشن برای دوستانی که توی این مدرسه درس می‌خونن. بچه‌ها با شوق فراوان پس از آماده کردن کتاب‌هایی که به مناسبت روز کتاب برای کودکان مدرسه امید هدیه می‌برند، به سمت اتوبوسی که برای آنها آماده شده می‌روند. در طی مسیر و در داخل اتوبوس که چندان هم مطمئن به نظر نمی‌رسد، با خوشحالی شوخی می‌کنند و به دوربین ما لبخند می‌زنند. معلم‌ها آخرین هماهنگی‌های لازم را برای کارهایی که باید انجام شود با دانش آموزان انجام می‌دهند. و بالاخره اتوبوس به مدرسه امید میرسد، جایی که روزنه امیدی است برای بسیاری از بچه‌های خیابان. حدود 20 تا از دانش آموزان مدرسه‌مون اومدیم به یه مدرسه‌ای که به عنوان NGO فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی انجام میدن و با بچه‌هایی که قبلا کودکان کار بودن و همینطور بیرون مجبور بودن آشغال‌ها رو جمع کنن و زندگی و شرایط خیلی سختی دارن،
اومدیم که باهاشون یه فعالیتی انجام بدیم که بچه‌های مدرسه ما با اینا داستان براشون تعریف میکنن، یک سری از مفاهیم رو باهاشون توضیح میدن و کار میکنن، باهاشون رقص تمرین میکنن. این NGOی که الان پیشش هستیم، این بچه‌ها بچه‌ای هستن که زندگی‌های بسیار سختی دارن، ولی هر روز به طور بگم مناسب و مستقیم هر روز با لباس مرتب با شرایط خیلی خوب میان مدرسه و حدود 3-4 ساعت توی مدرسه درس یاد میگیرن و ما افتخار اینو داریم که 1 ساعت در هفته فقط باهاشون باشیم و بچه‌های مدرسه ما که حدوداً 13-14 سالشون هست یاد بگیرن که چطور میشه خدمت کرد برای داشتن جامعه بهتر، چطور میشه حتی به اندازه یه قطره ولی کمک کرد برای ساختن یه دنیای بهتر و قشنگتر. ما حس میکنیم که پروژه‌های خدمتی بسیار مهمن. ما کمکشون میکنیم که عقب موندگی‌های درسیشون رو جبران کنن و این خیلی برنامه مهمیه که میرن بیرون و این بچه‌های محروم رو میبینن. این روشون تأثیر میذاره چون اونا همه چی دارن و وقتی میرن بیرون و این چیزا رو میبینن میفهمن که خدا بهشون خیلی چیزا داده و اون وقته که هر کمکی از دستشون بر بیاد به این بچه‌ها میکنن. نه تنها کمک‌های مادی بلکه دیدار اونا و دادن ارزش‌های معنوی به اونها و حتی داستان خوندنشون برای اونا. بچه‌ها هم از دیدن اونا خیلی خوشحال میشن. در درجه اول دانش آموزای مدرسه ما قابلیت‌ها و توانایی‌هاشون میره بالا برای اینکه یاد میگیرن که فقط درس خوندن تو مدرسه فقط حفظ کردن و امتحان دادن و خوندن مطالب نیست، بلکه این باید برگرده به واقعیت زندگی ما، یعنی که در حالت عادی اگر ریاضی یاد میگیرن، اگر دارن هندسه یاد میگیرن، اگر دارن مطالب اخلاقی یاد میگیرن، اینا باید برگرده به واقعیت زندگی که اگه در آینده قراره یه دکتر خوبی بشن، اگه قراره یه مهندس خوبی بشن، یه هنرمند خوبی بشن، یاد بگیرن چطور میتونن یه جامعه بهتری هم بسازن و این برمیگرده به خدمت کردن در سطح، یعنی در سطح گراسروت، در سطح جامعه، که اگر اینا تو جامعه خدمت هم بکنن یاد میگیرن که چطور توانایی خودشون رو بالا ببرن و در این حال خدمت بکنن به افرادی که در اطرافشون هستن. ما اینجا در مدرسه امید هستیم با این بچه ها. ما هر چهارشنبه به اینجا میاییم و با اونا در مورد اخلاق صحبت میکنیم، مثلا صداقت و نظافت، و بهشون این چیزها رو یاد میدیم و باهاشون میخونیم و میرقصیم و در ضمن نقاشی و کاردستی میکنیم و از اونا میخواییم که در فعالیت ها شرکت کنن که خیلی بهشون انگیزه میده. من فکر نمی کنم هیچ چیزی به اندازه خدمت به جامعه با ارزش باشه. به خصوص درس دادن به این بچه ها بهترین خدمتیه که یه نفر می تونه انجام بده. And teaching these small kids is like, it's the best service one can do. ببین، ما دانش آموزا فقط میریم مدرسه و درس میخونیم و فرصت زیادی برای کار دیگه پیدا نمیکنیم.
ولی ما میخوایم به جامعه خدمت کنیم. این خدمت هر چقدر کوچیک باشه نشون میده که ما بخشی از این جهانی و به هر حال میخوایم یه کاری بکنیم. از شانسمون اینجا رو پیدا کردیم که جای بسیار بسیار خوبیه. این موقعیت بسیار خوبی برای ماست که با اونا حرف بزنیم و ببینیم مشکلاتشون چیه. بعضی وقتا خیلی سخته که در حل مشکلاتشون کمکشون کنیم. بعضی وقتا ازشون میخوایم که راجع به وضعیتشون به ما بگن و اون وقت به طور کلی مشکلات رو در نظر میگیریم. ما واقعا نمیدونیم مشکلاتشون چیه و چه جوری میشه اونا رو حل کرد. ولی سعی میکنیم مشکلاتشون رو بفهمیم و ببینیم برای حلشون چه کارهای دیگه‌ای میتونن بکنن. و در انتها نوبت به دادن کتاب ها به بچه ها میرسد. نوبت سلفی گرفتن با بچه ها و شنیدن قدردانی آنها. و دوباره اتوبوس و بازگشت به مدرسه بعد از یک روز بسیار خوب.